با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. در برنامه پیش چند تا سکه را نشان دادیم و همچنان که گفتیم تاریخ نویسان میگویند که این سکه ها سکه های اومویان است. یه خلافتی بوده به نام خلافت اومویان و این سکه ها مال آن هست، در حالی که اینها سکه نیستن، اینها نمادهای مذهبی هستند. حالا شاید خرید و فروش هم شده باشند چون از طلا و نقره درست شدن. همچنان که همین امروز هم نمادهای مذهبی خرید و فروش می شوند. شاید شما برید یه طلا فروشی و یک طلا بگیری، یک گردنبند بگیری که روی آن نوشته الله. خب این الله یک نماد مذهبی است، در نتیجه شما اونو می خرید و طلا فروش اونو میفروشه. اینها هم همینطوری بودن، چون از طلا و نقره درست شدن این سکه ها خرید و فروش شدن و یا این نمادهای مذهبی خرید و فروش شدن. در برنامه پیش چند تا از این سکه ها را نشان دادیم که سالهای آنها با همدیگر فرق میکرد. یکی از این سکه ها این بود. همچنان که گفتیم روی این سکه نوشته سنه، یعنی در سال فی سنه، یعنی در سال 96. 96 یعنی 96. در سال 96 روی این سکه نوشته لا اله الا الله وحده، یعنی هیچ الهی نیست بجز الله. وحده یعنی یکتاست. بعد زیرش نوشته لا شریک له، یعنی هیچ شریکی ندارد. چرا در سال 96 چنین چیزی را نوشتند؟ در سال 96 الله به گفته تاریخ نویسان الله شریک نداشته. به گفته آخوندها در سال 96 الله شریک نداشته. پس چرا روی این سکه نوشتن لا شریک له، الله شریک ندارد، الله یکتاست. و در پشت سکه سوره اخلاص رو نوشته. در سال 96 نوشته الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چرا این سوره اخلاص رو نوشته؟ به خاطر اینکه این نماد مذهبی بوده است. و همچنین دور سکه نوشته محمد رسول الله ارسله بالهدى. این دور سکه که از اینجا شروع میشه، حالا من نمیخوام همه رو بخونم، ولی خب اینو نوشته. در آخرم نوشته ولو کره المشركون، یعنی اینجا که نگاه کنید نوشته ولو کره المشركون. ولو کره المشركون یعنی هر چند مشرک ها خوششان نیاید، دوست نداشته باشن. حالا بعدا دوباره درباره این سخن خواهیم گفت. چرا از مشرکون نام برده؟ گفته هر چند که مشرکان خوششون نیاید. خب در سال 96 که دیگه مشرکی نبوده، پس چرا اینو نوشتن؟ و یا اینکه روی این سکه نوشته، سالش نوشته، نوشته اربع عشر یا اربع عشر، یعنی 14 و 100، یعنی 114. 100 یعنی 100. اربع عشر یعنی 14. اربع عشر و 100 یعنی 114. در سال 114 همون سوره اخلاص نوشته، ولی قل هو ندارد. اون یکی هم قل هو نداشت، اما این یکی نوشته الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد را ندارد. چرا در سال 96 دارد ولی در سال 114 ندارد؟
حالا دلیل اینها را خواهیم گفت. و همچنین همون محمد رسول الله ارسله بالهدا که پشت اون سکه دیگه نوشته بود روی این هم نوشته، ولی ولو کره المشرکون ندارد، تنها نوشته علی دینی کلیه تا اونجا، این کلیه اینجا نوشته. چرا در سال 114 این چیزی که روی سکه قبلی در سال 96 نوشته ناقص نوشته؟ هم سوره اخلاص رو ناقص نوشته و هم این محمد رسول الله ارسله را تا آخر ننوشته و ناقص نوشته. به خاطر اینکه همچنان که در برنامه پیش نشان دادیم سه تا بت بوده، اینها مال بت پرستان بودن، سه تا بت بوده که در قرآن هم از این بت ها نام میبرد. در قرآن در سوره نجم آیه 19 میگوید افرئیتم اللات والعزا، اون اللات در واقع الله، عزا یکی دیگه از اینا بود. بعد میگه و منات ثالثه الاخرى، یعنی منات سومی آخری. همچنان که آثار باستانی رو میبینید در قرآن هم از همین ستا نام برده، الله، عزا، منات. پس ستا بت در کعبه بوده. هر ستای آنها نیز به شکل زن بودن و قرآن نیز زن بودن الله را تأیید میکند. در کجا؟ در سوره اخلاص. البته در جاهای دیگر هم اشاره بیان میکند، مثلا در سوره انعام آیه 101 یه اشاره کوچکی بیان میکند، ولی خب در سوره اخلاص میگوید که الله یک زن است. چگونه؟ در سوره اخلاص میگوید لم یلد ولم یولد. حالا آخوندها برای لم یلد ولم یولد داستان درست کردن. آخوندها میگویند که لم یلد یعنی نزاییده یا نزاده، اینو درست میگویند. ولی میگویند لم یولد یعنی اینکه کسی او را نزاییده است، یعنی الله را نزاییده است. بعد میان برای این لم یلد که یعنی نزاده اینو توجیهش کردن. چرا قرآن گفته الله نزاییده است؟ اینو توجیه کردن، اومدن داستان درست کردن. میگویند چون مسیحی ها بر این باور بودند که عیسی پسر الله است، از همین روی قرآن گفته لم یلد، یعنی الله نمیزاید. برخی از مسیحی ها بر این باورند که عیسی پسر خداست و میگویند که یک شب الله خودشو به صورت یک فرشته در میاره، میاد پایین و فوت میکنه تو دهن مریم، مریم آبستن میشه. مسیحی ها میگویند خدا پدر عیسی مسیح است. وقتی که میگویند پسر خداست یعنی خدا پدرشه و مریم مادرشه. نمیگویند که خدا زایید است، ولی آخوندهای مسلمان اومدن اینو خیلی زیرکانه اینو توجیهش کردن که گفته آره منظور قرآن اینه که خدا نزاییده است، در حالی که مسیحیان میگویند عیسی پسر خداست، یعنی خدا پدرشه و مریم مادرشه. حالا ببینیم معنی درست این لم یلد ولم یولد. این لم یلدو که میگویند که کسی او را نزاییده است، ببینیم چیه. آخوندها میگویند که لم یلد یعنی اینکه کسی الله را نزاییده است، در حالی که اینطوری نیست. فرض کنید شما یک دوست دارید، حالا هر کی هست، دختر پسر هر چی هست، یک نفر میاد از شما میپرسه که این دوست شما قرآن خوانده. وقتی که میگه قرآن خوانده،
خب شما متوجه منظورش میشین. منظور این یک نفر اینه که آیا این دوست شما از روز اول تا همین حالا، تا همکنون، تا همین زمان قرآن خوانده؟ منظورش اینه. شما جواب میدید که نخوانده. وقتی که شما جواب میدید نخوانده، منظور شما اینه که این دوست شما از روز اول تا همکنون، تا همین زمان قرآن نخوانده. و این یک نفر از شما میپرسد که آیا این دوست شما قرآن میخواند؟ وقتی که این یک نفر میگوید که این دوست شما قرآن میخواند، شما منظور اینو میفهمید. منظور این یک نفر این است که آیا این دوست شما از همکنون در حال حاضر و در آینده قرآن میخواند؟ شما جواب میدید قرآن نمیخواند، یعنی از همین حالا تا ابد قرآن نمیخواند. اینها نه تنها در زبان فارسی است، در همه زبان ها همینطوریه، در زبان انگلیسی، عربی همینطوریه. و یا اینکه مثلا شما فرض کنید یه روستایی یک مادگاو داره، شما ازش میپرسید که آیا این مادگاو شما زاییده است؟ اون روسایی جواب میده که نزایید. منظور این روسایی اینه که از روز اول تا حالا این مادگاو نزایید است. و اگر شما ازش بپرسید که این مادگاو میزاید، روسایی جواب میدهد که نمیزاید، یعنی از همین حالا تا ابد، تا اون زمانی که زنده است، این مادگاو نمیزاید. بنابراین نزاده این معنی را میدهد که از روز اول تا حالا نزاییده است. نمیزاید این معنی را میدهد که از همین حالا تا ابد نمیزاید. و این لم یلد در سوره اخلاص هم همین معنی را میدهد. لم یلد یعنی نزاییده، یعنی از روز اول تا حالا نزاییده. لم یولد یعنی نمیزاید، یعنی از همین حالا تا ابد نمیزاید. کی نمیزاید؟ الله. الله نزاییده، الله نمیزاید. چرا گفتن الله نزاییده و نمیزاید؟ به خاطر اینکه الله در کنارش دوتا دیگه اله بودن و این بت پرستان چنین باور داشته بودند که این دوتای دیگه، یعنی عزا و منات، هم دخترای الله هستند، زاییده و اینا دخترای الله هستند. عزا و منات هم دخترای الله هستند و هم شریک الله هستند. برای همینه که میگه لا شریک له، یعنی شریک ندارد. بت پرستان به این ستا بت باور داشته بودند، اما در گذار زمان یک نظریه جدید شکل میگیرد و این نظریه جدید میگوید لا اله الا الله، یعنی هیچ الهی نیست بجز الله. این نظریه جدید این به این دو تا اله دیگه باور نداشته بوده است. برای همین میگه وحده، لا اله الا الله وحده، یعنی الله یکتاست، این دوتا اله دیگه اله نیستند، خدا نیستند. برای همینه که میگه لا شریک له، لا اله الا الله وحده، هیچ الهی نیست بجز الله، یکتاست، لا شریک له، یعنی شریک ندارد، یعنی اینا اله نیستن و شریک اله نیست، الله نیستن و دختران الله هم نیستن. چون لم یلد الله نزاییده، لم یولد و تا ابدم نمیزاید، الله یکتاست. بنابراین این سکه هایی که روش نوشته لا اله الا الله وحده لا شریک له و پشتش نوشته سوره اخلاص نوشته الله احد، یعنی اون نظریه جدید میاد میگه الله احد، الله یکتاست.
بعد میگه لم یلد، الله نزاییده و نمیزاید. و این سکه هایی که نوشته در سال 96 یا مثلا 114-132 این ها را نوشته، همین ها را نوشته، در واقع این نشان میدهد که این لا اله الا الله وحده لا شریک له در میان مردم بوده اند پیش از محمد، و این سوره اخلاص در میان مردم بوده اند پیش از محمد، و این سالهایم که نوشته به خاطر اینکه سالها تغییر کرده، در سال 96 سوره اخلاص رو نوشته لم یکن و لم یکن له کفوا احد، ولی در سال 114 اینو ننوشته، نشان میده که این سال هم برای آنها فرق داشته. اونی که نوشته در سال 96 کل سوره رو نوشته، برای اون این سال هجرت به قول مسلمان ها و به قول تاریخ نویسان فرق میکرده، و اونی که اون لم یکن له کفوا احد ننوشته، سال هجرت براش فرق میکرده. برای همین است که در اینجا در سال 114 نوشته الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، در حالی که در سال 96 نوشته الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و در قرآن نوشته قل هو الله احد، یا قل هو بهش اضافه کردن. یعنی این قل هو بعد از این سکه ها به قرآن اضافه کردند. پس بنابراین آثار باستانی و خود قرآن نشان میدهد که این الله یک زن بوده که دارای دو دختر بوده و این دخترانش هم شریکش بودن، ولی یک نظریه جدید در گذار زمان شکل میگیرد پیش از محمد در میان اونهایی که بر این بت پرست بودن. یک نظریه جدید شکل میگیرد و میگوید الله وحده تنهاست، یکتاست، شریک ندارد، لم یلد نزایده، چون اینا را دختران الله میدونستن، لم یولد و تا ابد هم نمیزاید. ولی امروزه آخوندها اومدن میگوین لم یلد یعنی نزایده یا نزاده. خب اینو درست میگوین، ولی توجیهش کردن که آره به خاطر اینکه مسیحی ها میگوین الله زاییده و عیسی پسرش پسر اونه، به خاطر اون این لم یلدو گفته. ولی در هر حال هر جور بخار اینها توجیهش کنن، در سوره اخلاص از زایش، از زایش الله، از زاییدن الله سخن میگوید. یعنی چی؟ یعنی الله یک زن بوده. و اما درباره محمد رسول الله در پشتش سکه که نوشته محمد رسول الله، حالا نمیدونم خوب دیده بشی یا نه، ارسله بالهدى. در اینجا میگوید محمد رسول الله، و همین در واقع آیه 33 سوره توبه است. حالا ببینیم در سوره توبه اینو چطوری نوشت. در سوره توبه آیه 33 نوشته هو الذی ارسل، اونجا نوشته محمد رسول الله ارسله، اینجا نوشته هو الذی ارسل رسوله. این خیلی فرق میکنه. ارسل هم معنی فرستادن را میدهد و هم معنی رساله را میدهد. هنگامی که در اینجا می نویسد محمد رسول الله ارسله، یعنی اونهایی که بر این باور بودن که الله یکتا است و شریک ندارد و نزاییده است، اونهایی که بر این باور بودن
که پیغمبری خواهد آمد به نام محمد و این محمد ارسله یعنی رساله می دهد. ارسله بالهدى رساله می دهد برای راهنمایی و دین حق و مذهب درست و مذهبی که حقیقت دارد. اون مذهبی که حقیقت هم داشته چی بوده؟ الله یکتاست، شریک ندارد. بعد میگه لیظهره علی دین کله، یعنی آشکار میکند بر همه دین های دیگر. علی دین کله یعنی آشکار میکند به دین همه اونها. اونها کی بودن؟ ولو کره المشرکون، مشرکون بودن هرچند مشرکا خوششون نیاید. ولو کره المشرکون یعنی هرچند که مشرکا دوست نداشته باشن خوششون نیاید، هرچه اینها خوششون نیاید بازم محمد خواهد آمد و رساله میدهد. این رسالش هم چی بوده؟ قرآن بوده. بنابراین در اینجا این درسته، این آیه 33 سوره توبه در میان مردم بوده همچنان که سوره اخلاص در میان مردم بوده است. این درسته. اونایی که اون باور جدید، اون نظریه جدید بر این باور بودن که فردی خواهد آمد به نام محمد و محمد رسول الله است و این محمد که رسول الله است ارسله رساله می آورد برای راهنمایی و علی دین کلهی بر همه دین های آنها. ولو کره المشرکون، هر چند که مشرکا خوششون نیاید. مشرکا کیا بودن؟ کسانی بودن که به هر ستای اینها باور داشته بودن. نظریه جدید گفته این دوتا دیگه عزا و منات اله نیستن، تنها الله خدا هست. به وقتی که ولو کره المشرکون میگه یعنی هر چند که اونایی که به این ستا باور دارن خوششون نیاد، دوست نداشته باشد، باز هم محمد خواهد آمد، رساله رو خواهد آورد. همچنان که میبینید خود قرآن و آثار باستانی که این سکه ها هستن نشان میدهند که مذهب اسلام همان آیین بت پرستی است، تنها به این دوتا باور نداشتند. لا اله الا الله یعنی نیست هیچ الهی بجز الله، این دوتا دیگه اله نیست. بنابراین مذهب اسلام بت پرستی است. ولی امروزه آخوندها برای این داستان درست کردن. همچنان که در برنامه پیش گفتیم سراپای آخوند دروغ است. امکان ندارد شما یک کلمه حرف راست از دهان آخوند بشنوید. آخوندها به خودشون دروغ میگویند. برای نمونه یکی از دروغ‌های آخوندها، آخوندها به کعبه سجده میکنن در حالی که در قرآن اصلا نگفته به کعبه سجده کنید. بس چرا آخوندها به کعبه سجده میکنن اگر راست میگن به قرآن باور دارن؟ آخوندها به قرآن خودشون باور ندارن، انتظار دارن که دیگران به قرآن باور کنن. در قرآن اصلا نگفته به کعبه سجده کنید، چرا آخوندها به کعبه سجده میکنن؟ آخوندها در روز 17 رکعت نماز میخوانن. در قرآن اصلا نگفته که 17 رکعت نماز بخونید، چرا آخوندها 17 رکعت نماز میخوانن؟ آخوندها به قرآن خودشون باور ندارند. آخوندها در هر رکعت دو بار به کعبه سجده میکنن. 17 رکعت میخوانن، در روز 34 بار به کعبه سجده میکنن. در قرآن اصلا نگفته روزی 34 بار به کعبه سجده کنید، چرا به کعبه سجده میکنن؟ برای اینکه آخوندها دروغ میگوین. سراپای آخوند دروغه.
در قرآن از سنگسار اصلا نامی نمیبرد، اصلا نیست. چرا آخونده است دستور سنگسار میدن؟ نخستین کافره خود آخونده هستن. در قرآن اصلا سنگسار نام نبرده، چرا آخونده دستور سنگسار میدن؟ در قرآن اصلا نگفته تمام ماه رمضان رو روزه بگیرید، چرا آخونده تمام ماه رمضان رو روزه میگیرن؟ در قرآن در سوره بقره میگه روزه 10 روز است، اونم کی؟ برای موقع حج. برای کی؟ برای کسانی که به حج میرن، اونم در چه موقعی؟ ماه رمضان. در قرآن حج رفتن در ماه رمضان بوده است و 3 روز بوده است. در قرآن میگوید این 3 روزی که به حج میرید در ماه رمضان، این 3 روز رو روزه بگیرید. نگفته که همه روزه بگیرن. چرا آخونده دستور میدن، همه رو وادار میکنن که ماه رمضان 30 روز ماه رمضان رو روزه بگیرن؟ روزه هنگام مراسم حج بوده و 3 روز بوده. و میگه اونایی که به حج میرن، نه همه، و اونهایی که به حج میرن 3 روز روزه بگیرن هنگام مراسم حج، و وقتی که برگشتن 7 روز در خانه روزه بگیرن. یعنی روزه در قرآن خودش میگه که 10 روزه، 3 روزش هنگام مراسم حج برای اونهایی که به حج میرن و 7 روز پس از اینکه برگشتن از حج، کلن میشه 10 روز در ماه رمضان. چرا آخوندها مراسم حج رو 2 ماه پس از رمضان میگیرن؟ چرا 30 روز در رمضان روزه میگیرن؟ آخوندها به قرآن خودشون باور ندارن. نخستین کافران خود آخوندها هستن. و اکنون بپردازیم به یک مسئله دیگر. من در اینجا 2 تا واژه رو معنی می کنم که خیلی مهمن. همچنان که بارها در این برنامه ها گفته ایم، این واژه های اسلام و قرآن و نمیدونم این جور چیزا از همان آغاز بودن، صدها سال پیش از اسلام. این واژه ها که از آسمان نیومدن پایین ناگهان. به خاطر همینه که معنی آنها را نمیدانن. یکی از این واژه ها واژه وحا هست یا وحی. چه تفسیرهایی برای این واژه وحا یا وحی نکردن؟ یکی میگه یعنی آواز مردم، یکی میگه یعنی صدای سریع السیر، یکی میگه نمیدونن چی، یا مثلا وحی باطن. حتی تقسیم بندیش هم کردن، وحی باطن، وحی ظاهر، نمیدونم از این جور چیزه. هر کسی از روی تخیلات خودش معنی وحا را کرده است، چون نمیفهمن وحا یعنی چی. واژه وحا در زبان عربی اصلا وجود ندارد، تنها در قرآن هست. واژه قرآن در زبان عربی اصلا وجود ندارد، تنها در قرآن است. حالا آخونده اومدن اینو معنی کردن، یعنی قرینه، یعنی شاخ، یعنی نمیدونم چی چی. هر کسی بر اساس تخیلات خودش این واژه ها رو معنی کردن. سراپای آخوند دروغ است. درباره این واژه ها هم همچنان که درباره لم یلد و لم یولد دروغ گفتن، درباره این واژه ها هم دروغ گفتند. اما اکنون ببینیم این 2 تا واژه مهم، وحا و قرآن، چه معنی میدهند. همچنان که در چند برنامه پیشین گفتیم، خب باستانیان نخستین حیوانی که با آن انس میگیرند گاوها بودند. دلیلش هم گفتیم که چرا با گاوها انس میگیرند. حالا خیلی هم میگن که گاوها، انسانها گاوها رو اهلی کردن، ولی گاوها اهلی نشدن. گاوها، شما اگه گاوهای وحشی اگه شما برید داخل اونها، اگه اونها را نترسانید، حالا شاید برای 1 ساعت اول، نیم ساعت اول، یه خورده اونها از این بدون، اینور و اونور از شما بترسن،
ولی بعد از یک مدت کمی به شما عادت میکنن و وقتی که به شما عادت کردن شما میتونید برید روی سر و گوش آنها دست بکشید و حتی آنها را شیر آنها را بدوشید. باستانیان هم هنگامی که لخت و برهنه زندگی میکردن، نخستین حیوانی که با آنها اونس گرفتن گاوها بودن، زیرا گاوها هم اینها را راهنمایی میکردن، انسانها را راهنمایی میکردن که در زمستان به جاهای گرم میرفتن و انسانها از شیر اینها استفاده میکردن، زیرا انسانهای گیاهخوار بودند. و چون گاوها برای انسانها در واقع زندگی انسانها را تامین میکردن و یک منبع اصلی برای انسان ها بودند، اینی که به گاو باور میکنن، فکر میکنن یه چیز خیلی طبیعیه، منم اگر در یک بیابان گیر کنم یک گاو اونجا باشه که من مجبور بشم از شیر گاو بخورم و زندگی خودم رو ادامه بدم، یه چیز طبیعیه، به اون گاو باور میکنن، اون گاو برای من میشه خدا، چون زندگی منو داره با شیرش داره زندگی منو تأمین میکنه و من میتونم زندگی خودم رو ادامه میدم. برای باستانیان هم همین طوری بوده، گیاهخوار بودن ولی نمیتونستن در زمستان گیاه آنچنانی تهیه کنن و بخورن و زنده بمانن، در نتیجه از شیر گاوها استفاده کردن. که در برنامه های پیشین به طور مفصل درباره این موضوع سخن گفتیم. واژه هایی هستند امروزه که برای حیوانات به کار برده می شوند و حتی برای انسان به کار برده می شوند. من یک مثال می زنم، شما فرض کنید حالا یا دیدید یا خودتون برای خودتون پیش اومده، مثلا یک بچه یک ساله دارید، این بچه یک ساله است، هنوز که حرف نمی زنه، داره اسباب بازی با اسباب بازیش بازی میکنه. خب در میان اسباب بازیش هم مثلا یه جای یک کبریت هست، مثلا میگیم این برای این کبریت دست میبره و این بازی میکنه، شما میرید کبریت رو از دستش میگیرید و بهش میگید با این کبریت بازی نکن، با همون زبان بچگانه. بعد میایید این ور، فرض کنید دارید آشپزی میکنید، بعد دوباره میبینید که بچه برای کبریت دست برد و اونو برداشت، دوباره میرید همینو بهش میگید، کبریت رو از دستش میگیرید، یه چند بار اینو بهش میگی، اون که حرف نمیزنه. بار آخر شما دارید آشپزی میکنید، اون داره با دوباره کبریت رو ور میداره، شما صداش میکنید هی. وقتی که شما صداش میکنید هی، چون چند بار پیش از اون بهش گفتید که با این کبریت بازی نکن، اون بچه وقتی که میشنوه هی میفهمه که نبایستی برای این به این کبریت دست زد. برای حیوانات هم همین طوریه، انسان ها برای حیوانات واژه ها کلمه هایی را به کار میبرند، به ویژه برای حیوانایی که با انسان ها زندگی میکنن و حیوانا این واژه ها رو میفهمن. حیوان ها همچون انسان ها می فهمن، شعور دارن، اگه نمی فهمیدن که زاد و ولد نمی کردن، اگه نمی فهمیدن که بچه خودشونو بزرگ نمی کردن، اگه نمی فهمیدن از بچه خودشون مواظبت نمی کردن. نه تنها حیوانات، همه جانداران، حتی حشرات، مثلا مثل عنکبوت. عنکبوت شما می بینید تار میتنه، این تار خیلی ها فکر میکنن که این تاری که تنیده در واقع لانه عنکبوت است، ولی این لانه عنکبوت نیست، لانه عنکبوت یه سوراخ کوچکه میره داخل اون، اون تاری که میتنه در واقع برای شکار کردن پشه ها، مگس ها، یه چیزای مثل اونا. پس بنابراین عنکبوت هم میفهمه، داره دام پهن میکنه برای اینکه مگس بگیره، پشه بگیره و اونها رو بخوره. همه حیوانات میفهمن، تنها فرق حیوان با انسان اینه که انسان قدرت سخنوری داره و قدرت کار کردن داره، در حالی که حیوانات قدرت کار کردن آنچنانی ندارن. برخی از
پرنده ها مثلا آشیانه درست میکنن، آشیانه خودشونو میبافن با این علف و این چیزا، اینها رو میفهمن. بنابراین حیوانات هم میفهمن، و چون حیوانات میفهمن، انسان ها واژه هایی برای این حیواناتی که با آنها زندگی میکنن درست میکنن. این واژه ها با این واژه ها حیوانات رو صدا میکنن و حیوانات این واژه ها رو میفهمن. این واژه ها از هزاران سال پیش بوده و از هزاران سال پیش به امروز رسیده است. برای نمونه، مثلا من یه روستایی کرد، خب در میان ما برای سگ میگفتن چقا. وقتی که به سگ میگفتن چقا، این سگ میفهمید. مثلا یه نفر یه سگ داشت، یه ناآشنایی میومد از دم در خونه رد میشد یا میخواست بیاد خونه، این سگه بهش پارس میکرد. صاحب خانه وقتی که اینو میدید به سگه میگفت چقا. وقتی که میگفت چقا، سگه آرام میگرفت، دیگه پارس نمی کرد و می رفت یه گوشه ای می نشست، چون این چغا رو می فهمید. چغا یعنی نکن، پارس نکن. و یا اینکه صاحبش می رفت مثلا آخور، سگم به دنبالش می رفت آخور، بعد صاحبه نمی خواست که سگ داخل آخور باشه، به سگه می گفت چغا. سگه می فهمید، از آخور می رفت بیرون. و یا اینکه برای بزها میگفتن یخا. وقتی که یه بز نمیبایست یک علف رو بخوره ولی میخورد، صاحبش میدید که داره اون علف رو میخوره، از دور صداش میگرد یخا. بز میفهمید که نبایستی این علف رو بخوره. و یا اینکه برای خر میگفتند وشا. وشا یعنی نکن، یا راه برو، یا وایسا. خره میفهمید. یا مثلا اگه خره یه جایی علف میدید اینو میخورد و صاحبش نمیخواست که خره اون علف رو بخوره، وقتی که خره داشت این علف رو داره این علف رو میخوره، صداش میکنه وشا. خره میفهمید و دیگه اون علف رو نمیخورد. و برای گاو میگفتن در زبان کردی میگفتن وحا. وحا برای گاو به کار میبردن، زبان گاو بود. وقتی که من گاو از یه جای به جای دیگر میبردم، مثلا گاو از پیش میرفت، خودم یه 10-15 متر عقبتر از او حرکت میکردم، بعد بر سر یه دوراهی میرسید، با اون راهی که نمی بایست بره با اون راه می رفت. خب منم از دور از 10-15 متری می دیدمش. همین که می دیدم با اون راه دیگه میره، داد می زدم وحا. گاوه وای می سد و حتی سرشو به طرف من بر می گردوند که ببینه من، منظور من چیه. من بهش می رفتم، بهش می رسیدم و اونو به اون راه دیگه میانداختم. وحا در زبان کردی برای گاو به کار میبرن، زبان گاو واژه است که به گاو را که گاو را صدا میکنن با آن. و چون باستانیان اولین چیزی که با آنها انس گرفتن و در میان آنها زندگی میکردن گاو بودن، خب یه چیز خیلی طبیعیه گفتند وحا. این چند بار به این گاو ها گفتند، این گاو دیگه فهمیده که این وحا یعنی چی. یا اینکه یعنی برو، وقتی که داره وایساده بهش میگن وحا، یعنی اینکه برو. وقتی که داره راه میره بهش میگن وحا، یعنی اینکه وایسا. وقتی که داره یه علفی رو میخوره که نبایستی بخوره بهش میگن وحا، یعنی اینکه نبایستی بخوره. و باستانیان چون می دیدن که گاو این وحا را می فهمد، و چون فکر می کردن که این وحا را می فهمد،
در نتیجه فکر میکردن که این گاوه زبان اینها را میفهمد. و از سوی دیگر باستانیان چنین میپنداشتند که خورشید در آسمان یک گاوه نر است و این گاوه نر برای آنها گرما به وجود می آورد. بر اثر گرما سبزه ها و درختان سبز می شوند و زنده می شوند. و این گاوه نر آسمانی برای باستانیان خدا می شود. و وقتی که چیزی از این خدای خودشون درخواست کردن، اونو صدا کردن، بهش گفتن وحا. این وحا از اینجا سرچشمه میگیرد، یعنی برای خورشید، برای گاو نر آسمانی در آغاز به کار بردن، ولی در گذر زمان تغییر میکنه. در گذر زمان نسل پس از نسل این وحا بوده و مردم میدونستن در رابطه با آسمان و در رابطه با خداست و معنی او در گذر زمان و نسل پس از نسل عوض میشه و فکر میکنن که این وحا صدای خداست که به آنها میرسه. یا به قول خودشون وقتی که دیگه این پیغمبر و این چیزا ظاهر میشه، خودشون رو پیغمبر میدونن، این وحا صدای این خداست که تنها برای پیغمبران است، در حالی که در قرآن صدای وحا تنها صدای الله نیست، بلکه صدای پیغمبرم هست که به مردم اعلام میکنه، به اونم گفته وحا. بنابراین این وحا که هیچ کدام از آخوندان معنی اونو نمیدونن، به خاطر همین است. وحا در آغاز واژه‌ای بوده است که برای صدا کردن گاو به کار می‌بردن و این گاو کی بوده؟ این گاو آسمانی. و در زمین هنوزم کردها ازش استفاده می‌کنن، وحا را برای گاو به کار می‌برن، برای صدا کردن گاو. و اما درباره واژه قرآن، باز هم در رابطه با گاو، در زبان کردی به قرآن قرآن میگوین، قرآن میگوین، قرآن میگوین، قرآن میگوین. اما در زبان کردی به ماغ کشیدن گاو قرآن میگویند. و برای باستانیان این قرآن چی بوده که برخی از گویش آن را قرآن گفتن و یا قرآن و یا قرآن؟ این قرآن چی بوده؟ ماغ کشیدن گاو. کدوم گاو؟ گاو آسمانی. و اون گاوی که برای باستانیان خدا بوده است، قرآن خوا، یعنی قرآن خدا. قرآن چی بوده؟ ماغ کشیدن گاو. باستانیان فکر میکردن که این گاو که داره ماغ میکشه، خب گاو آسمانی هم ماغ میکشه، به این گاو که ماغ میکشیده در زمین گفتن قرآن. و چون فکر میکردن که اینم داره این ماغ میکشه، این توهم، این داستان، این باور در میان باستانیان شکل میگیرد که آره خدا قرآن دارد. این قرآن رو خب در گذر زمان این پیغمبران شکل میگیره، این باور به پیغمبرها شکل میگیره. این قرآن رو برای کی میفرسته؟ برای پیغمبران. قرآن یعنی ماغ کشیدن گاو، قرآن خوا یعنی قرآن خوا. خوا کی بوده؟ گاو آسمانی، اهورا. همچنان که در برنامه پیش گفتیم، وقتی که گاو نشخوار میکند، در زبان کردی بهش میگوین کاوش. کا یعنی گاو، وش یعنی گفتار، کاوش یعنی گفتار گاو. وقتی که در زمین میدیدن که گاو کاوش میکند، داره با خود سخن میگوید، خب فکر میکردن که خدا هم در آسمان داره سخن میگه. اون خدا هم کی بوده؟ گاو، اهورا. این واژه ها اینطوری معنیشون پوشیده شده است. و
من در اینجا این برنامه را به پایان می رسانم. تا برنامه آینده شاد زی شادکام باشی.